سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من گلناز سلام و کارون و, و فرهاد و فرهاد دیگه میزبان دیگه آره. گلناز جان دیگه به عنوان میهبان حساب نمیشن ما حتی روش سلام کنیم سلام سلام, سلام. ام... چیزی که امروز داشتم بهش فکر میکردم میگفتم با کل این اپیزود تقریبا با صدف و گلناز رفتی. این سیزن رو ببخشید آره این این فصل رو کلا با شما رفتیم و شما عضو اصلی خودکست محسوب میشین دیگه از شما من نامه رو دیگه باید رو امضا کنم که چی؟ نامه چی؟ خود رفتن بره بره. شما برای شما امضا شده برای پست شده از <تصفح> 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 منتظری بعد فرمدی <تصفح> <تصفح> مشکل, آره مشکل اداره پست بوده که بسته بوده گلناز مثل که به ما یه خیانتی هم کرده این خیلی اکسکلوسیم نبوده آره ما پادکستمون بسیار اکثر ایسی... پادکست های دیگه سوال من گوشیم خود خوب کار نمی کنم. <تصفح> فقط صحبت <خوبت> میکنم <تصفح> ما اصلا از اون آدم ها گوشین کار نمیکنه آره لنگ متوجه نمیشم بعد یه دونه اکسکلوسیویتی اگریمنت درست کنی برای کسایی که میان بدیم سان کنه بعد نه اکسکلوسیویتی برای پادکست دیگه شما تو شوهای مثلا 100 کیلومتری هیچ پادکستی نمیدین شرکت کنی دیوناش که اون وقت بعد نامه بیاری که یه جایی هم میری دیگه پادکست دسترسی آره باری کلا جونم خورده جونم براتون بگی که ما دوباره برگشتیم یه در واقع وقفه افتاد بین اپیزود قبلی گلناز و این یکی دفعه قبل در مورد دهه شست دهه شست صحبت کردیم دهه شست رو رسیدیم و ادام هایی که وجود داشت و میخوایم ادامه بدیم گلناز مدت ما رو تحویل نگرفت به زیق وقت <applause> زیق وقت میگن بله زیغه وقت فکرم به فارسی میخندیدیم نه نه نه, نه. به قیافه کارون خندیدیم <applause> <applause> من معمولم من معمولم <applause> من تو این چیز من, من به قیافه کارون میخندیدیم <applause> <applause> ممنونم ازد من اجازه میدم که اجازه میدم که اجازه مونده از شما بعدی من ساکت میشم و از شما خواهش میکنم که بحثمون رو پیش ببریم ببینیم که چجوریه شاید آخرش سرم زدیم به اتفاقایی که همین الان داره تو ایران میفته دیگه اولش سر بزنیم میخوای اولش صحبت کنیم خب پس اگه که امروز صبح خبره بود در مورد پس دو تا خبر بگیم. خب دو تا, خبر. دو تا خبر. بیشتر از دو تا هست دو تا خبر. همیشه خبر, خبر زیاده خبر اصلی که زیاده چه ترسناک عادت ندارم که اصلاً پاش وایس را بره یکی که فوت کیومرس کیومرس پوراحمد تسلیت میگم به جامعه سینمایی و تئاتر ایران واقعا فقدان بزرگی هستش یکی این بود و یکی هم من فکر میکنم تجمع مردم دم خونه جاوید دام حمید رزا روحی دم همه واقعا گرم به خاطر اینکه باز سرکوب خیلی شدید بود از قبلش هم که من یه سری ویدیو هم دیدم که تازه آدم داشتن می به محل آه. یک عالمه معمور رو تو ایران شهر بود زیبا شهر. زیبا, زیبا, شهر. شهر. زیبا, شهر. زیبا شهر زیبا شهر بله زیبا شهر دیرم خیلی سنگربندی کرده بودن یعنی ویدیوهای تو توییتر آدم میدید خیلی شروع شده بود براش اصلا آره خیلی سنگین بود به خاطر اینکه خب فراخان من فکر می‌کنم از یه هفته پیش دست به دست شد علی کریمی داد اولش ببین فراخان از طرف خانواده روحی بود چون من قبل از اینکه علی کریمی اینو شر بکنه صحبتش بود در فضای مجازی که روز تولدش 16 فروردین به نشوندن، برای نشون دادن ساپورتتون برین دم منزل همجز روحی آه. بعد اون وقت دیگه حالا چهره ها شروع کردن به اشتراک گذاشتن آره ولی فراخان از طرف خانواده بود و پدرش به نظر میاد که آه. اولین بار توی اینستاگرامشون نوشته بودن که الان هم مثل اینکه دستگیر شدن باقا... من رو توی تلفن خوندم حالا آره. آسان باید نیست من آره. آره. فیلم و اینا که اومده دو ساله اینا بازداشت آره. کردن دیگه ام، یعنی اینا بچه میکشن بچه بازداشت میکنن اصلا این چیز خیلی عجیبی نیستش اگر که بازداشت شده باشن ولی واقعا دمشون گم یعنی بعضی موقع من فکر کنم که آره ما اینجا نشستیم مثلا در مورد ایران صحبت میکنیم وقت میذاریم اینا بعضی تو ایران که دارن با اون همه استرس و اون همه چیز بدون هیچ ترسی کار رو انجام میدن دم، واقعا دمشون گرم یعنی يعني... مرد میدانن دیگه مرد و زن من،, من, من. من, از مرد انسان <applause> میدان هستن واقعا دمشون گرم. واقعا دمتون گم خیلی ها هستن که دارن فعالیت میکنن میدم خیلی پادکست ها هستن دارن فعالیت میکنن خیلی آدم ها هستن دارن رو یعنی با اسم خودشون با در واقع جونشون گوشن کف دستشون دارن فعالیت میکنن از خانواده این عزیز گرفته تا خیلی کسایی که دیگه که دارن زحمت میکشن دمتون گم واقعا هیچی نمیشه گفت ببین خیلی هم هستن که واقعا پشت صحنه من مثلا با آدمای صحبت میکنم که واقعا سعی دارن که یه سری قوانین رو تغییر بدن به خصوص حالا تو آمریکا حتما در مورد این محض اکت شنیدین دیگه چه فشاری بچه دارن میذارن خیلی‌ها واقعا اصلا نه در فضای مجازی هستن نه فعالیتی دارن که مثلا بیا بگم ما این کار کردیم ما اون کار کردیم و واقعا شبانه روز دارن تلاش میکنن یعنی مثلا از این شهر به اون شهر میرن کمپین میکنن به هر حال مطمئنا در مقایسه با کسی که وسط میدون نبرد هسته شاید کار مهمی نباشه ولی میخوام بگم که یعنی خیلی هم هستن که ما نمیدونیم چه کارهایی آره. دارن میکنن ولی خیلی کارهای زیادی دارن میکنن 100 درصد فقط من گفتم یه در واقع بگیم واقعا این دیده میشه و این خیلی قابل اهمیته. اه، یه چیز دیگه من بگم یه یه چیز جدید مود شده توی حالا شاید توییتر منه که منو تگ میکنن روی مثلا ویدیوهایی که پولیس های آمریکا دارن چرخوندوشو میزن. اگر که واقعا حماقت جمهوری اسلامی میخوان اینطوری توجیه کنید واقعا خودتونم احمقید. یعنی هیچ چیز دیگه ندارم بگم می مستقیما میگم اینو این از اوج حماقت میاد این اینجور رفتار و اینجور صحبت ها یکی دیگه هم من بگم ببخشید در مورد تحماس ما گفتیم چند هفته پیش صحبت کردیم در مورد اینکه خب شوخی زشتی بود همین گفتن آره شما ها باید بدونید که این شوخی فرق شوخی و جدی و یه چند, نفر حالا کسایی گفته بودن آخه من جداگونه توی اینستاگرام هم میگیرم جداگونه جای دیگه میگیرم یه سری گفته بودن که آره اینطوری چه میدونم فرق شوخی و خنده رو باید بفهمین ها ببین شوخی موقعی در واقع وجود داره که شما به خاطرش زندان نری به خاطرش کشته نشی و بتونی در واقع یه آزادی عملی داشته باشی برای اینکه سو حرف تو بزنی نه اینکه تو حرف تو زدی بکن تو زندان پس هیچ گونه آزادی وجود نداره برای شوخی پس این حرفتون اصلا هیچ در واقع منطقی پشتش نیست که مثلا بگید که باید فرق شوخی و خنده آدم بدونه و همیشه ما گفتیم که آره فلانی در مورد 911 شوخی میکنه درسته طرف در مورد پدرمادرش تو 911 از دست داده در موردش شوخی میکنه به خاطر اینکه اگه این کارو بکنه نمیگیرن من زنگ زندان بهترین جواب و خاله نیکا داد که با زجر ما مهم. چیز نگو این شکنجه ببین در شرایط انقلابی هستیم دیگه یعنی اصلا به نظر من واقعا خیلی بعد بیشتر متوجه باشیم یعنی یه چیزی فراتر از حتی پولیتیکا کورکنس هستش الان تو دورانی هستیم که هر حرفی که زده بشه قربانی کفنش هنوز خوش نشده و خانواده ها داغشون تازه تازه است از هرچند که الان که بحث همه قربانیان این 44 سال اخیر شده من خودم ببینم که از روز اول انقلاب و اتفاقاتی که افتاده داغ همه ها هنوز تازه است ببین خاطر اینکه تو موقعی که هیچ مجاری قانونی وجود نداشته باشه هیچ دستاویزی نداشته باشی واسه اینکه بری دادخواهی بکنی این داغه همیشه تازه نمیمونه دیگه ام. و این مرحله قفلش باز نشده هنوز واسه ما برای همین میگم من من خودم منم خیلی قبول ندارم که شوخی همش بگیم مزاح شوخیه بعد فرقش رو بفهمیم نه الان توی شرایطی واقعا نیست جامعه که بخواد دیگه با این چیزا توجیح بشه به نظر منم یه خبر دیگه هم بود ظاهرا این حمله حمله شیمیایی به مدارس, از سر گرفته شده از روز اولی که برگشته آره این از و... بعد عید دیگه یعنی دو هفته عزیزان حمله کننده مرخصی بودن الان دوباره و شاید هم نمی کردن کسی نبوده اصلا, اصلا این چرا شروع شد اصلا چه, چه پلنیه که اینطوری این ش... خیلی, خیلی نوعه هواپیما رو برای چی زدن مثل اینکه که ما نمی شو فهمیم شو 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 دیگه یه آخو... دیگه تاکتیک های جدید تو... تو... پیدا م... بود مدل طالبان دیگه طالبان میرفت خودشون خونپاره می زدن به مدرسه دخترونه بعد مدرسه دخترونه تعطیل میکردن به کسایی که در واقع حقوق بشری خارج از افغانستان میگفتن که ناامن بود ما مجبور شدیم برای حفظ جونشون این کارو آره. بکنیم اینا هم حالا نمی بندن ولی ناامن میکنن دیگه میخوام بگم ما هر کاری بخوایم میتونیم انجام بدیم دو سه روز مونده به سیزده به در هم توی مجازی هم حالا با آدم ها داخل ایران که صحبت میکنی صحبتش بود که مثلا خب چی شد الان بچه برگردن آره. مدرسه آبا از آسیاب افتاده اینا میخوان ادامه بدن که خب من فکر میکنم هیچ آبی دیگه از آسیاب نخواهد افتاد ما دیگه وارد آره همیه. یعنی واقعا وقتی میگیم این, این دوره فرق میکنه با دوره مه. های دیگه یعنی با همه این اتفاقاتی که در از به خصوص دهه هفتاد با کوی دانشگاه شروع شد که بیشتر آدم ها هنوز یادشون, هستشون وقایع رو وقایع رو این دیگه به نظر من این تو ببینی از نه، اون تو ببینید این کم نمیشه این اینجوری نیستش که شل بگیرن مثلا مثل اتفاقات حتی 88 بعد دوباره 96 بعد دوباره 98 این دیگه همینجور فقط هی داره زیاد میشه هی فقط به نظر من تست میکنن که صبر ها تا کجاست و کجا میتونن یه خورده پا فراتر بذارن و خب مردمم هم دارن پوش بک میکنن دیگه یعنی مردمم هم دیگه نشون دادن که به قول تو دیگه این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست من دقیقا موافقم حس میکنم این سری واقعا یه چیزی فرق کرد نسبت به دفع دفعات قبل حالا مثلا چون هم سالهای دورتر قتلای کشدارش 67 بود که شروع شد بعد قتلای زنجیری بود کوی دانشگاه بود بعدش مثلا اومد رسید 88 همه اینا رو شاید مثلا یه سری فراموش میکردن برمیگشتن به زندگی عادی ولی این سری دیگه عادی بودنی وجود نه. نداره نه، و اینا توی ذهن اکثریت مطلق مردم ایران سقوط کردن اه چون مثلا همین الان تولده که <applause> 16 فروردین گرفته شد میبینیم مثلا پرچم آتیش میزنن مثلا میگه فلانی من خودت هم یه روزی آتیش می‌زنم اینجوری نیستش که مثلا جنبش از بین رفته باشه به خاطر سرکوب شدید دیگه منتظر یه جرق است یه اتفاق دیگه هم دوباره این <تصفح> مسئله هجابه و این مثلا دیگه گیرایی که شروع کردن دادن یه مشت خیلی خیلی تعبیر جالبی خوندم یه نفر نوشته بود که ای دوباره این کیسه زباله هاشون جا دادن توی مترو و این حرفا این مم. کسانی که به اسم مهماندار وایسادن اونجا که دیگه امر به معروف رو نهی از منکر کنن این دو... مهماندار اسمشون مهمانداره تو مترو چیه <تصفح> <از> زم... <تصفح> <تصفح> این داستان همین این آمران به معروف به معروف اسمشون تگشون مهمانداره مهمانداری میکنن بهت میگن که حجابتو رایت کن وگرنه ما بهت خدمات نمیدیم چون الان صحبت سرینه دیگه قرار شده که به زنای بی حجاب خدمات بانک و جای مختلف چه خدماتی تا میدادن که تو <applause> تعطیلات عیدم خیلی از مراکز آره؟ توریستی و بسن و داستانی کرد یکی از مراکز توریستی که الان باملند بود یه جا، یه جرا من خوندم آره. که آره چند روز مثل اینکه از ورود افغان‌ها افغان ها جلو گیری می کردن و آره. 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 ببین من در مورد اون الان زیاد نمیتونم صحبت بکنم چون من یه حالت پوستر دیدم یعنی پوستر خبری هم نبود که فقط نوشته بود این مجموعه که اگر اشتباه نکنم باملند امیدوارم اسمش آره، اشتباه باملند, باملند بود تو از مثلا درسته تو چیت که از یکم تا چهارم فروردین از ورود شهروندان افغان ممنوع بوده به خاطر اینکه مثلا ایرانی ها خواسته بودن بعد من وقتی که توی تو دیدم راستش منشنم گذاشتم که خیلی خوب میشه من بتونم بگیم که آدم وقتی میخواد راجبی صحبت بکنه جوابی نگرفتم و راستش دیگه پیگیری هم نکردم جای دیگه هم ندیدم من خبرو ولی یه همچین چیزی من دیدم بعدم دیدم که داره دست به دست میشه آره درست نمیشه باملنده باملنده درست ممنوعیت عجیب برای مهاجران افغان در باملنده تهران یه ویدیو دیگه اومد بیرون از مشهد توی سوپرمارکت بود یا لبنیاتی خلده. بود ماسترن. و آره اونم خیلی جالب بود آره. کلا هم ویدیو هم اتفاقات بعدش اتفاقات بعدش ساپورتی که مردم کردن از اون بزنس و اون آره, آره. آره اون اونم خوب بود. فرمانی مدنی و بعدم فهمیدین که یه تقریبا دو ماه قبل هم یه ویدیو دیگه از همون کامل آره، آره، به مرد پیدا کردن توی اتوبوس آره. بود آره آره, آره. توی اتوبوس, بود که خب ببین مسئله جاست دیگه این این آدما بین خودمون دارن زندگی میکنن آه این ویدیو هست که با ماس زدن بله. و خود همین یارو رو پیداش کردن دو ماه پیش هم دوباره تو اتوبوس داشته واسه یه نفر دیگه آره دیگه مزاحمت دوباره ایجاد آره. کرده بود لفظی داشت آره. لفظی داشت یه سال الان شغل این آدم اینه که بره مزاحم خانوما بشه حیونه حیون <تص> صفت شغلش حیونیه به خدا حیون <تص> <تص> از اینا شرم میکنن تو مغز اینا مفتخوری ببین خیلی خوب شغل خوبیه جدی دارم بهت میگم یعنی واقعا تو صبح بیدار میشی بهت میگن شما مثلا امروز من اینجوری تصورم اینه از شغل اینا بیدار میشی میگن که شما امروز مثلا برو خیابان هفته تیر جات اونجاست به همینجوری وایس مزاحمت ایجاد کن مزاحمت لفظی بعد هر مزاحمت بعد بیا فاکتو بده ما, ما پشت تیم قانونی هم که مملکت نداره یه باتوم هم اگه دستت گرفتی کسی هم زدی و اینا که دستشون به جای بند نیستش میتونه واقعا. حال میده انسانی. واقعا. این ویدیو هایی که همین مهماندارایی که می دارن گیر میدن به, به خانم ها رو من دو ثانیه بیشتر نمیتونم ببینم من ندم اون آدمایی که اونجا چجوری انرژی دارن که جوابشونو بدن انقدر یعنی چه میده آور و رومخه یعنی فقط آدم میخواد یه برخورد خیلی سنگین بکنه نه به خودت که گیر بدن اون موقع فایر اپ میشه نه, نه. میخوام بگم دم اون آدمایی که وای میسن اونجا درست. جواب این ها رو میدن گرم چون خیلی کار سختیه بحث کردن با یه همچین آدمایی که یارو زندگیش از اون نفهمی میگذره دیگه بعد ببین آخه یکی دوتا هم که نیست یعنی تو وقتی که از صبح از خواب بیدار میشی من به عنوان مثلا یه زن تو اون جامعه دارم میگم با مشکلات اقتصادی داری دست و پنجه نرم میکنی روزا میری توی خیابون یه نفرم هستش با یه چهره بسیار کریه غیر دوستانه غیر انسانی میاد به سر تا پاتم گیر میده آخه اصلا آره. واقعا این چه زندگیه درست کردن مردم؟ یه بگو من فهم پس بگیرم واقعا حیوان برازندشون نیست واقعا واقعا من هیوون. برازند. واقعاً برازند. واقعاً احساس هیوون. آره من من معذرت میخوام از تمام ها و حیوان دوستات اینو یه لفظ درستی که براشون پیدا کردم میگم اگه تونستم بگم می که ایشون نه شما دیگه نه دیگه احساس میکنم اون چیزی که میخوام بگم دیگه خیلی بده شما بفهم یه ویدیو خیلی جالب دیدم یکی داشت صحبت میکرد میگفتش که مثلا شما اگه به یه راننده تاکسی بگی آزادی هم. فکر میکنه مثلا میدون آزادیه اگه اه، 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 کاش که بقیه‌اشو یادم بیاد به انقلاب آره ب... حالا مثلا مدل‌های مختلف آدم‌های مختلف آره این این مثال مستنبه. میزد. میگفتش که توی ذهن هر کسی آزادی یه معنی داره اینایی هم که میگن هدف هدف شما از آزادی مثلا لخ شدن و نمیدونم سکس و فلانه میگه اینا مثلا مریض جنسی که تا بهش این لفظ رو میگه همچین برداشتی میکنه مثلا چون به یه روزنامه نگار شما بگی آزادی این به ذهنش میاد که من هر چیزی که بخوام رو مثلا میتونم بنویسم فکرم رو به نوشته تبدیل کنم ولی به یه همچین آدمایی که حرف از آزادی میزنی زن زندگی آزادی این تو ذهنش فقط اینه که شما مثلا میخواید آره اونم مشکل نداره آقا یکی میخواد لخشه آقا نه آره. من میخوام لخشم نه اونا آخه همه چیو به شکل فساد آه. و به کثیف ترین شکلش یعنی همه چی اولا, اولا که اینکه فسادم تعریف داره, داره آره اینکه آره. 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 فسادم جای بحث امروز پاپ دیدید آره. خیلی حرف چرا آره. جو سکس صحبت کرده بود گفته بود خیلی البته این خیلی پاپ روشن فکری است ظاهرا خیلی دیدی که لیبرال کاپشنه نه اونا که حالا گفته بود راجبه همجنس گرایی هم ازش پرسیده در خیلی گفته بود در واقع هدیه ایه که خدا به انسان داده و خیلی لذت بخش اینا انجام داده, داده. میدونه آره <تصفح> ولی در مورد سکس هم گفته بود مف مفهوم خیلی زیبایی است یا آره شکل بسیار زیبایی داره نه ولی خیلی خوب جالب نه. گفته بود آره. به موقع هم گفته بود آره روشن فکر بریم ببینیم رفسنجانی خاطری. به نظر من شروع میکنی. تپه گذاشتن تو ایران یا نه نه واقع نه متاسفانه آخون تپه نذاشته آخوند و زاده من همیشه مکشور میکنم که در مورد وقتی میگم آخوند زاده رو بگم به خاطر که یک تفکر بسیار قالب یک شکل خاصی از انسان رو تبریت میکنه این تفکر آخوندی اون شکل رو لفظ مناسبش رو دارید برای میگم بهتون شهر روز میپرسیم خودکست به جای رسیده که رو خوبم داریم نداریم نه آقا کجا میدین یکی باشه آخونده خوبی آخونده آخونده زاده. آخونده, زاده. آخ... آخونده خوب که بب... آره، آتی... یکی آره. از عزیزان بابا صحبت میکردن توی خودکست میگفتن پدر حالا روحانی بودن و از روز یک هم مثلا مخالف جمهوری اسلامی بودن, بابا بودن. بودن. ها مخالف با بزرگشون بودن آها با مخالف آره با میگفت مثلا روحانی خیلی تیر بود از روز یکم مخالف جمهوری اسلامی بود مثلا همون موقع میگفته که سیاست باید جدا باشه از چیز حالا میگه آخوند خوب داریم کسی که وصل به جمهوری اسلامی و به پول و اینجور فسادا میتونه بالاخره انسان عادی باشه هر کی باوری با همه داره هم زدن کنار دیگه هم آره هم اول آره. اینا همه رو حس کردن یعنی حتی اون آخوند خوبه که ما که ندیدیم به هر حال به نسل ما هیچ وقت نرسید اینا حذفش کردن دیگه فهم. هر کسی که در اون گفتمان خودشون قرار نمی گرفته حذف کردن حالا چه آخوند بوده چه غیر آخوند بوده واقعیت همینه من به شخص آخوند خنسا دیدم تو ایران که اوضاش خیلی خیته یعنی نتونسته اونم نتونسته ببین من میدونی چی میگم من احساس من یعنی حالا نظری خودم دارم میگم من میگم که الان که لباس روحانیت یعنی اون عبا و امامه تبدیل به یک تجسمی از ظلم شده خب تو اگر که اگر که وابسته نباشی یعنی اگر که در سایه اون لباس چیزکی بهت نمیرسه اون لباس باید بذاری کنار الان به خصوص تو این موقعیتی که دیگه ده ده میدونی زیر زیر مجبور همون عبا امامه این همه بلا داره سر مردم میاد من این مفهوم واسم جا نمیفته که یعنی وقتی که من تو ذهنم میگم آخونده خوب به نظر من وجود نداره به خاطر اینکه به نظرم میاد که در سایه اون لباس فکر میکنن که به هر حال یک جایی کارمون را میفته یه منفعتی به همون میرسه لباس رو نمیذارن کنار و همیشه هم یه چیزی از همون یازده سپتامبر که حالا اون موقع صحبتش شد گفتی نمیدونم که روحانیان کدوم کشور ولی موقعی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد خب خیلی حمله های زیادی به به مام هم عالی همراهیشه، پسر چند ثانیه قبل من نور رو نگاه می‌کردم تنگ می‌شید؟ نوری بود که فکر کنم به گل می‌تابید نه نه؟ یه آخوند مظلوم آهش گرفت بخدا. آه، این همه از آخوند گفتید خب یه وردی، چیزی به این همون انرژی بود که یونیورس فرست فرستاد. آره به خدا، دقیقا ام. خیلی دوستم یادم بیاد که بالا کجا حمله که میشد به مسلمون ها به خصوص به زنای محجبه در آمریکا یک نفر فتوا داد که به خاطر امنیتتون هجابتون رو بزنین کنار <applause> به زنای مسلمونی که از اون میگم کشورش رو یادم نمیاد ولی ایشا الان یادم میاد بهتون میگم یکی از روحانیون اصلیشون فتوا دادش که به خاطر امنیتتون که الان اون حجاب باعث ناامنی شما شده چون تبدیل به تارگت شدین حجابو بذارین کنار و این پس یه همچین چیزی ممکنه اخیرا مگه نگفتن که عجب اول نه این خیلی بزرگ توجیل یکی از همین آخوندها گفتش اگه مثلا خانم ایرانی خارج از کشوره و به واسطه هجابش نمیتونه مثلا پیشرفت کنه مشکلی نداره که بذاره کنار یه همچین حرفی جا... از آن فتوا همینه دیگه تو یعنی بر اساس زمانه و شرایط یه سری از مسائل دینی رو قاعدتا بعد بتونی تفسیری دوباره ازش داشته باشی خب من این تفسیر دوباره لباس روحانیت رو قبلی نمیفهمم الان خب ببینید مشکلی اینه که به قول خود نذاشتن یعنی نیرو انتظامی یه جوری چه میدونم سپاهش که چی یه جوری یعنی تمام این ارگان دولتی تقریبا یعنی همه باید بذارن کنار همه چی رو آره خب دیگه بر همین آره نه یعنی دیگر... میگم تا اون فروپاشی هست یعنی استپ بعدی فکر،, فکر،, کنم همونه دیگه نه دیگه میگیم الان دیگه هدف اصل نظامه همینه دیگه یعنی اصل یعنی دیگه اون اون نقطه اصلی رو همه هدف قرار دادن میام بالا بفهم من یه فقط چند تا <laughs> چند تا چیز کوتاه در مورد دهه هست میگم که خودم هم یادآوری بشه که <laughs> کجا رها کردیم بحثو <laughs> ولی خب در مورد جنبش زنان اگه بخوایم صحبت بکنیم دهش است اتفاق خاصی واقعا توی جنبش نیافتاده همه سرکوب کرده. ببین همه چی حالا سرکوب که شده هیچی جنگ شروع شده اساسا اصلاً, اصلا دیگه جامعه خیلی سالمی وجود نداشته در متن جنگ که کسی هم بخواد حالا فعالیت های مدنی بکنه ولی خب دیگه حالا از زمان انقلابم تا شروع جنگ سال 1980 دیگه سپتامبر 1980 من دیگه میلادی رو الان دارم یه مقالم در مورد جنگ آخه می اون به انگلیسیه الان فقط تاریخ های میلادی تو ذهنمه برای همین میگم کسی فعالیت مدنی نمی کرده جنبش زنان خب خب دستخوش همین تغییرات شده همه چی خیلی سرکوب شده خیلی زیرزمینی شده اتفاق مهمی که در دهه 60 افتاده این بوده که بسیاری از این زنانی که فعال سیاسی اجتماعی بودن تا پیش از انقلاب خیلی هاشون که خب دستگیر شدن خیلی هاشون مهاجرت اجباری کردن خیلی اعدام ادام شدن اون اونایی که موندن دوباره کم کم همدیگر پیدا کردن و یه سری محافل خونگی تشکیل دادن اه. که توی این محافل خونگی حالا با هم کتاب میخوندن با هم بحثای سیاسی میکردن در مورد مسائل روز صحبت میکردن در مورد مسائل زنان در دنیای خارج از ایران صحبت میکردن و در واقع میشه گفت یه ساپورت گروه ساپورت برای خودشون درست کرده بودن در این دورانی که همه چی دستخوش تغییرات شده بوده و یه اتفاقا خانم خدیجه مقدم من چون میدونین که دیگه حافظه برام نمونده یه چیزایی را مینویسم خدیجه مقدم یه حرف خیلی جالبی در موردش میزنه میگه که همه اون چیزهایی رو که نمیتونستیم هیچ جا بخونیم یا ببینیم در این محافل بر تعریف میکردیم حتما یک حقوقدان در این جمع دعوت میکردیم و پیشرفتی که در مورد حقوق زنان در ایران وجود داشته از 8 مارس گذشته تا 8 مارس بعدی مرور میکردیم 8 مارس هم یه تاریخ خیلی مهمی بوده به خاطر اینکه دی در دهه هفتاد شمسی هم تبدیل به یه نقطه‌ای شده واسه گروه های مختلف زنان از سیف های مختلف که با هم یه سری برنامه های مشترک به مناسبت روز جهانی زن برگزار کنن بعد حالا من اینجاشو خیلی دوست دارم شعر میخوندیم سعی میکردیم که تراوت خودمون رو همیشه حفظ کنیم و همیشه مجلس رقص و آوازم داشتیم فکر میکنم اینو شاید تو اپیزود قبلی هم گفتم بله ولی نه به معنای پایکوبی حتی گاهی من احساس میکردم که وقتی دارم با یکی میرقصم بهش لبخند میزنم اشکمون داره در میاد <applause> میگم واقعا تبدیل به یه محیط دوستانه بوده که حالا همه اون نقاطی رو که مشترکن با هم داشتن دیگه از دست ندن در مورد شکل یه نکته مهم دیگه اش اینه که در مورد شکل این محافل حالا چند تا در واقع گمان زنی وجود داره بعضیا میگن که این محافل شکل گرفت در وحله اول برای حمایت از خانواده های زندانی های سیاسی و خانواده های اعدام شدگان بعضی ها میگن که نه در واقع روز جهانی زن در هشت مارس بود که شالوده این محافل رو پای گذاری کرد و باعث شد که زنان از های مختلف کنار هم جمع بشن سردمدار این محافل زنای چپگرا بودن باز گفتم چند بار دیگه اینو بهش اشاره کردم چون کار سازمانی گروه های چپ کلا همیشه خیلی قوی بوده ولی خب زنان ملیگرا و مشروطه خواه هم محافل خودشونو داشتن محافلی که پروانه فروهر مثلا برگزار می‌کرد جداگونه بوده ببین حالا همین همینو میخوام دقیقا بگم دهه 60 این محافل همه جدا بوده نکته ای که مهم هست اینه که همه ای این محافل جدا در دهه شست تبدیل به سری کمپین ها نهادها و سازمان هایی در دهه هفتاد میشه <applause> که میگم وقت تاریخ هشت مارس هم مهمه چون اون وقت تمام برنامه هایی که مشترکن میخواستند برگزار بکنن هشت مارس بوده یعنی همهشون همشون با هم دیگه یه اتفاق نظری روی هشت مارس داشتن چون مثلا در محافل زنان ملیگرا یه سری از اتفاقات رو جشن میگرفتن که زنان مثلا چپ جشن نمیگرفتن به عنوان مثال اونا مراسم بزرگ داشته سالگرد مشروطه رو در 14 مرداد داشتن که خب مثلا زنان چپ نداشتن اینو ولی خب روی 8 مارس همه با همدیگه دیگه یه اتفاق نظری داشتن ام. ام. حالا اینا خیلی اونقدر مهم نیست به بخش بعد برم حالا روی خط قشنگ خودم سوالی دوستان نه ریلی کپ خوبی ولی چیزی که واسه من خیلی جالبه گفتم از حقوقدانانم دعوت میکردن که بیان حتما یه حقوقدان آره حتما یه حقوقدان بیاد خب شیرین عبادی هم یکی از کسانی بوده که به طور مثلا مستمر. آره مستمر دعوت میشده به این محافل یه جمله شیرین عبادی گفته که من برام جالب بود که میگه که در این محافل زنان اطلاعات چندانی از حقوقشون و حقوق زنان نداشتن این چه سالی میشه؟ اینا همه دهه شست اینا دیگه مثلا سال 64 65 بله بله این محافل شکل میگیره خب این یه کوچولو منو قلقلک داد این جمله به خاطر اینکه خب از یه طرف گفته میشه که این محافل توسط زنان فعال یعنی زنانی که کنشگر سیاسی اجتماعی بودن برگزار میشده البته گفته شده که خب از حیف های دیگه هم از زنان جامعه هم دعوت میکردن که بیان خب توی محافل شرکت بکنن ولی خب اعضای اصلی کسانی بودن که کنشگر سیاسی اجتماعی بودن و یک کوچولو واسه من جای تعجب داره که چطور به حقوق زنان اینا اشراف نداشت یعنی چی حقوق زن نمیشناختن اینا اکثرا کسانی بودن که از زمان شاه داشتن جنبش زنان رو در ایران در واقع پیش آره پیش میبردن که خب من خودم رو یک کوچولو آروم کردم با این فکر شد نمونه حقوق زنان در متن جمهوری اسلامی اطلاعات زیادی نداشتن چون خب قانون اساسی تازه تدبین شده بهم. بوده و پر از میدونید یعنی مثلا سوال و ابهام هم بوده حتما حالا این هم جالب بود واسه من احتمالا منظور همینه دیگه ببین دیگه تو از حقوق خب... در واقع حقوق در بستر اون قانون اساسی مطرح میشه همونه به خاطر اینکه خب یه کوچولو اون وقت خیلی دیگه خیلی بد میشه که بگی کلا از حقوق زنان م. خیلی اطلاعاتی نداشتن باید. آره مطمئنا منظور در متن جمهور اسلامی و میگم حالا قانون اساسی هم که تازه تدوین شده بوده دیگه این از این در دهه هفتاد میگم اهمیت این محافل این بوده که این محافل هی بزرگتر شدن و دیگه اون وقت تبدیل شدن به سازمان ها و ها موقعی که خورده فشار کمتر شده با یه سری آزادی های رسانه ای و مثلا در دوران سازندگی دوران رفسنجانی همینطور که رسانه ها حالا آزادتر می شدن زنانی که در واقع زنان کنشگری که نزدیک به حکومت بودن مثلا زنان مذهبی هم دست به قلم میشن و توی رسانه ها شروع میکنن به مقاله نوشتن در مورد جایگاه زن در اسلام در مورد حقوق زنان در جمهوری اسلامی ولی خب گهگداری یه آدم های سکولاری هم مثل مهرنگیز کارم دیگه م. مجال پیدا کرده بودن که اونام یه مقالاتی بنویسن و حالا حرفشون رو بزنن در واقع اون نقاشی چاپ شده است یا خود کشید؟ نه من خودم نبنی. کشیدم چی فکر کردی؟ نه بابا چاپ شده است با همون رو ادامه میدهدی؟ خیلی خیلی قشنگ کشیدم ببین شما ببین کلی چیز من تو طول اپیزود که می اومدن خیلی نقاشی زیادی داره اون تو اشراف ببین اینا دفترچه های تبریزه بعد اسفحانش هم دارم خیلی خیلی باحاله بعد اون وقت نقاشی داخلش در مورد مفاخر و مثلا جاهای دیدنی اون شهر خیلی باحاله. بیا بگم عکسها بیارم. بزاره. اگه شیرازش کسی داشت من برم فگر... فگرم لینک اپرموشنشو می‌خواد بزنم. بچه‌ها. بلهتون. آره کمیسیون داره. دست گلنار تخفیف خودکاست. هی خودشو خود زنی میکنه نه الان من واقعا نمیتونم ده. بخونم روخونیش خوب نیست اصلا <تصفح> <تصفح> نه نه خودش واقعا افتضاحه و حالا چشمم که 25 قدم اینجام نورش مناسب شد. نیست من اگیو دیت خیلی خیلی مشکل دارم علف نور روحانی داره خیلی یعنی اینجا تو به هر حال <تصفح> یه جوری بیرون تاریکه <تصفح> آره واقعا طرفناک شو آره خب من میرم روشن کنم که ترس نه در اون حد نیست در اون حد الان میخوایم از آقا رفسنجانی بگیم الان دیگه رفتیم توی دهه هفتاد بله من فقط میخوام یکی دو تا آخر چیزی که نوشتم مهم بود و براتون اول بخونم yeah, ساعت شما چیز مال همین سواتش اومگا است ایدی همسر جانم چه عزیبا چه مال چه, چه؟ اون؟ اون فکرم اورانوسه اینجا چیه که میدونید ما نمیدونید ما این بچههایی شدیم که معلم داره درس میده بعد یه ذره مثلا آره میخوایم یه شیطنت بکنیم یه ذره بحث و <تصفيق> 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 نه آخه خب من دوباره تایم میگشتن دیگه این بس. چیه الان هر اه... ساعت یه سیاره است آره. اومگا با سواچ اومدن یه دونه در واقع کار مشترک دادن یه کالکشن ساعت دادن نسبت به هر پلنتی که تو منظوم شمسیه یه رنگ‌بندی مختلف 11 ساعت آره ما هم توش هست قرار تو های آینده روز اینا رو کامل پروموشن این دفتر رو با منه مال ساعتش باشه کمیسیون ساعت رو شهر می‌داره. من متاسفانه خود آدم چیپی هستم دفتر شما فرهنگی آره من فرهنگی، باری مهندس کالا مهنگ آره شهر روزی خوبه چت جی پی تی هرچی بخوایم آره. بهش میگیم آره. که میک بتر بهتر صبح منو گلناز یه انرژی از یونیورس بهمون رسید آره من گوشی رو برداشتم به گلناز تک که امروز نیم چیز دیگه هستیم کانفرم. کانفرم. همون لحظه دقیقا همون ساعت رو گلناز همون آره. لحظه بر من فرستاد آجا. خیلی آه. همزمان و من اونجا فهمیم که آره خیلی یونیورس یه انرژی فر... من گفتم امروز اپیزود خیلی رویایی داریم آره جز نیست یکی از آه،, آه، یکی از چیزایی که حالا خیلی مهمه در مورد این که چجوری این جنبش زنان شکل گرفت و بعد شروع کرد دیگه واقعا روی مسائل زنان انرژی گذاشتن اینه که خب جمهوری اسلامی از اونجایی که دشمن قسم خورده زنان هستش با هر چیزی که اسم حقوق زن روش بوده مخالفت میکرده بر همین مثلا سال 74 اینا زنان که کار مدنی میخواستن بکنن کار اجتماعی میخواستن بکنن یه سری نهادهای درست میکنن که در واقع مثلا نهادهای کودک محور بوده مثلا حمایت از حقوق کودک حمایت از کودکان کار زنان برای محیط زیست ولی در واقع اینا همشون همون نهادسازی بوده که بعدا تبدیل میشه به نهادهایی که زن محور بودن و حقوق زن محور بودن این خیلی جالب بود من, من خیلی هوشمندانه عمل کردن واقع. یعنی از اون قوانینی که بهشون اجازه کار میداد استفاده کردن و استفاده بهینه کردن مثل اون عزیزی بود که گفتش که اسم ایران عوض میکنیم دیگه تحریما کار نمیکنه اونا یه اسلامی توش میذاشتن دیگه. دیگه. اون مشکلات کار دیگه دیگه اس... نمیکنه بیشتر دیگه. از اینکه اسلامی توش باشه دو... کلمه حقوق زن بوده. همی می میبوده بر همین مثلا میگفتن حقوق کودک ولی خب در واقع نهاد همون نهادی بوده که از زنانی تشکیل شده بوده که محافل و دهه 60 رو اندازی کردن همدیگرم هم پیدا کرده بودن خط مشخص آره آره میدونستن که در نهایت و روی آسیب, آسیب, های اجتماعی زنان میخوان کار کنن یادت اون روز اولی که اومده بودی قبل اینکه ضبط کنی من تو داشتیم صحبت میکردیم بعد من یه سال پرسیدم که کاش مثلا آخرین سلسله اپیزودایی که میریم به این نتیجه برسیم که چرا حالا اکثر دینایی که اومدن اهرام فشار رو همیشه روی زنا گذاشتن این سرکوبه برای چی می... الان گفتی جمهوری اسلامی هر چیزی که مربوط به زن بود مشکل داشت دیالوگی اون موقع افتادم چون مثلا یهودی ها رو نگاه کنیم فشار و محدودیت هم برای زن از مسیحیت همینطور حالا اسلام هم که دیگه جای خود حالا یه نظریه وجود داره که چون الان خیلی بهش اشراف ندارم نمیپردازم ولی خب مسئله باروری زن خیلی روی این مسئله چیز داره دیگه چون کنترلی که کلن دنیا باید داشته باشه روی بدن زن چون زن بارور میشه و نسل رو ادامه میده یکی از نظری ها اینه برای همینم هم میگن که همیشه مثلا ادیان نظری های سیاسی خیلی هاشون چون من خودم دین رو به عنوان یه نظری سیاسی میبینم یعنی فرقی با این ایدئولوژی هایی که دنیا وجود داره نداره خیلی باسم فقط مقدس شده. آره فقط مقدس تقدس بهش دادن ولی آره مثلا یکیش هستش که زن چون بارور میشه بر همینم هم هستش که انقدر بعدم بیشتر رو بدن زن آخه دیدی بیشتر ادیان همش روی بدن زن فوکس کردن ول کنم نیست آره این مشکل فقط مربوط به حالا سمت ما نیست آمریکا هم این مشکل داره آره آره دقیقاً همه جا قانونی نیست اصلا یه سری مخالف داره ببخشید من اینو پایین من بایدن. کامنت بدم چون گل از گفت که مثلا حقوق زن و میگفتن حقوق کودک دوست داشت استفاده فردا یاد یه حالا تجربه شخصی افتادم البته شاید بعضی نداشته باشن این تجربه رو ما بچه که بودیم توی ایران زندگی میکردیم ما مثلا میرفتیم عروسی بیرون عروسی مشغول بازی و تفریح بودیم با بقیه بچه هایی که تو عروسی شرکت کرده بودن بعد یه آقایی میمد آقای بزرگتری که حالا اونم تو عروسی بود میگفت برو همسر منو صدا که بریم دیگه بعد را را نه آره اون که بعد من نمیشناختم که زن طرفو میگفتم خب اسمش چیه بعد نمیگفت آره بعد وقتی که میگفت اسم پسرش پسرشو میگفت گفتم برو میلادو صدا کن بعد ما بعد... صحبت کردیم ام... هری بگو بگو جالب من آره... میتونم اطلاعات بدم به. بعد خیلی زن ستیز دیگه بیشتر از این نمیدونم چی داریم ببین من یه،, یه،, چیزی که همیشه روی مخم بود حتی از مثلا وقتی بچه بودم این مسئله توی ماشین نشستن بود و اینی که پسر دنش... جلو می آه. آه. دنشون عقب میشه ما هیچ وقت اینو نداشتیم یعنی پسر... اصلا, دی... اصلا تو خانواده یادتونه. ما از هیچ جور عرف نبود و یه جوره نمیشه همیشه مامانم جلو میشه نه, نه. خانواده ها که نه وقتی میدیدی تو آره, آره من هم واقعا خب خوب... من که واقعا خ... خانواده خودم این نه خانواده بودن. ای داشتیم نه... که این کارو میکرد ولی آره, آره ما, ما تو نزدیکیمون داشتیم آره ما هم تو نزدیکیمون حتما داشتیم یعنی اصلا امکان نداره که تو کارو خانواده ای رو ببینید تو ایران که مثلا یه فامیل مذهبی نداشته باشن ولی اصلا مثلا پسر بچه دور از جون همه شما مطمئن نوجوان بودین خیلی قشنگ بودین نه افتضاح ببین پسر بچه که تازه سیبیل تانو <applause> کم در آورده و اینجوری هم نگاه میکنه به جلو اصلا با سر دیگه دست بالا پسر رو بس با هم دیگه باور کن میتونم عکسمو بذارم بعد اون وقت اینجوری بود که مامان اینطوری میرفت که آره حق من نیست که جلو بشینم آره دیگه منو فرهاد الان همو دیدیم خانواده اومد تو فهمیدیم چه فهمیدیم کیا ولی شما خودتون کی جلو میشه سگه که میخواستین جلو بشه فقط شما و پدر بودین شما دو نفر و پدر کی جلو میشه خب یه بحث دیگه زیاد من تو جلو نشستن چیز نبودم ببین حالا من بخوام خیلی صادق باشم واقعا من خودم مثلا خیلی مثل اینکه که کلن جلو نشستن داشتم و مثلا یه موقع هایی من مثلا دو سالم بوده باید جلو میشستم چون باریک. ار میزدم و مثلا یه چهار نفر آدم گنده و عقب میشستم خب ولی اون به خاطر اخلاق پدر سگ هم بوده آره دیگه اون یه کانسپت دیگه آره اون یعنی کانسپت بچه دوست مثلا کتک بزن یه دفعه دخترم و او یه مامانم بعد چهار نفر زن بزرگ عقب میشستن چون من گریه میکردم و مثلا من انقدر بودم و مسکی دام چی زده پس کردن منم هم که هم خیلی زیادتر شده پرت کرده عقب مامانم هم خیال شاهد شده گفته آره 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 خاله شاهین نمیذاره برو عقب بشیم دیگه تموم شد از اونجا خارجم. درست, خارجم. درست آره دیگه درست شده. فهمیدم که این خاله شاهین بیاد ما تو زندگی اون یه خاله شاهین نیاز داریم آره من هر روزو پس گردنمو نخوردم خاله شاهین اگه که از این قران یه پس گردنی ما رو میگه آره ولی میگم من این چیزو داشتم خب جالبه تو ایران هم خیلی خیلی جا اتفاق می افتاد که اسم این اسم زن رو هیچ وقت زن نمی‌کردن <applause> بلند مثلا نه اسم بچه رو صدا می‌کردن آره می کردن. میلاد ولی بی... منزل <تصفح> خودشون. هم میگن آقا محسن خود اسم خودش <تصفح> بعد از سلام <تصفح> <خودشون>. می زدی <تصفح> میلا آقا میلا بیرونه میلا اینجا زنونه است میلا خیلی <تصفح> گیج <تصفح> میشدین. <تصفح> میلاد خانم میلاد واقعا اونجا بود آره ولی من خیلی دوست دارم که یه دفعه با یه نفر که اینجوری بوده و مثلا دستخوش یه سری تغییرات بنیادی فکری شده صحبت کنم خب که صادقانه بیا جواب بده بگه چی تو مغزشون موقع میگذشته که یه همچین رفتاری داشته ولی واقعا کسی که اصلاح شده ها تبعیت از ها دیگه مثلا من این آیتمی که فرزاد گفت مطمئنم مثلا فکر خاصی نمیکرده فقط چون دیده باباش میکنن آره. واقعا همینه یعنی بچگی وقتی فرهنگش ها. آره خب اصلا چه جوری پس این همه سال زنده هست. مونده دین و این جور مسائل محدود سمید. کننده حالا میگم من قبلا هم در این مورد صحبت کردم گفتم که یکی از مزیت هایی که این انقلاب ایران داشت احساس میکنم خیلیا به خودشون اومدن خیلیا طرز فکرشون عوض شد خیلیا خیلی خانواده ها خیلی به نظر من به همدیگه نزدیکتر شدن آره. من خیلی مطمئنم که مقدار خانواده که در پی انقلاب ایران به دیگه نزدیک شدن از خانواده‌ای که از هم دور شدن خیلی بیشتر منم همچین هم همین تصور احساس می‌کنم خیلی از پدر مادرایی که یه ذره بسته تر بود فکرشون با دیدن شرایطی که وجود داره یه ذره آزادتر شدن یه ذره همراه تر شدن و این خیلی ارزش داره آره خیلی خیلی ارزش مهمیه واقعا خب ببین انقلاب یکی از اساسش تغییراتی که تو جامعه بعد شکل بده وگرنه حالا اون تغییرات سیاسی که شاید خیلی هم طولانی بشه اتفاق بیفته ولی واقعا اون تغییرات بنیادی که توی متن جامعه میده اون خیلی تره و واقعا به این بلوغ بعد جامعه ایران یه زمانی میرسید که سنت و دین اولا دو تا چیزه و هر چیزی که برای من ارزش قرار نیست برای دیگری هم واقعا ارزش باشه میدونی خب من کاملا رشته نه 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 خودم شروع کردم بحثو از دستم رفت نه خب میخوام برسم به دهه هفتاد فقط میخوام ببینم که از گلش برسم براتون آخه میخوام که از گلش خیلی خوبه آره. گلش یه اتفاق مهم دیگه ای که همون دهه هفتاد افتاده معذرت کنم فرهاد چنگت زدم نه نه بابا اصلا چیز خاصی کالت هم وجود داره دیگه میگم این همه کالت وجود داره واسه همینه دیگه که این یعنی آدما فکر نمیکردن تمام کالتام هم دقیقاً کل من که اپیزود کارون آره. آره. نمیدونم آره. آره. دهه هفتاده شمسی دیگه شمسی ها رو دارم میگم <تصفح> به موازات اینکه که <تصفح> توی ایران حالا یه خورده رسانه ها آزادتر میشن زنا مجال بیشتری پیدا میکنن که حرفشون حرفشونو رو که میتونستن بزنن ولی حالا مثلا بیشتر در مجامع عمومی حالا یه صحبت هایی بکنن زنان, زنان هم در خارج از ایران اونایی که مهاجرت کرده بودن اونا هم شروع میکنن به درست کردن تشکیلات و نهاد و این حرف که به موازات فعالیت زنان داخل ایران اونام هم فعالیت هایی داشته باشن که جامعه جهانی رو در مورد اتفاقاتی که داخل ایران در مورد حقوق زن داره میفته آگاه بکنن و همین که خودشون هم به هر حال همیشه اون ارتباطه رو بتونن با داخل ایران نگه دارن حالا چند نمونهش اگه بخوام براتون مثال بزنم همون سارا فستنامه نیمه دیگر شروع به کار کرده ماهنامه آوای زن در سوئد شروع به کار کرده ولی یکی از مهمترینش فکر میکنم مقالات بنیاد پژوهش‌های زنان باشه که از سال 1369 مشغول به کار میشن فکر می کنم که خانم گلناز امین اسمش هم یادمون چون هم اسمیم یکی از در واقع کسانی بودن که بنیان گزارش بودن که این هر سال این کنفرانس تا همین الانم هم فکر می کنم داره برگزار میشه که در مورد اسم کنفرانس چی بود اسمش هست مقالات بنیاد مقالات بنیاد پژوهش های زنان که در مورد چی شد یکی از دوربینامون رفت اومد بله چه اتفاقات عجیبی داره نه نه اینا این شده واقعا واقعا پول نداریم درست واقعا دیگه نداریم این در واقع این کنفرانس در مورد مثلا یک سال گذشته هر مقاله ای پژوهشی که در مورد حقوق زنان شده اینو یه کنفرانس در موردش برگزار میشد سال آیندهش که مثلا حالا یه برنامه و ایونتی هم هستش این میگم یکی از مهمتریناش هستش حالا بپردازیم در همون دهه هفته در کنار همه زنانی که شون حالا میگیم زنانی حاشیه نشین یعنی کسانی بودن که فعالینی بودن که به قدرت و حکومت نزدیک نبودن میذاریمشون در کنار زنانی که فعالینی که به قدرت نزدیک بودن مثلا کسانی مثل اعظم طالقانی مثل زهرا رهنورد کسانی که به خود <تصفح> سیستم هم نزدیک بودن اونا هم در عواسط همون دهه شست شمسی شروع میکنن به یه سری فعالیت ها نقطه عطفش هم کنفرانس جهانی زن در کنیا در سال 1985 که میشه چنده؟ 1363 چه آره آره سه خب چه خوب آره که یه حیعتی هم چون ما الان حساب کردید آره واقعا باری نه من حساب نکردم من چون آدم هایی که منم هم دقیقه آره من هم جوری آره خود آره. ام از تو انتظار میرفت که حساب کرده آره واقعا یه جوری فرهاد سریع آره 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 همونه آره روز دارم تو مهندس مهندس گفتن بعد حساب یه حیاتی هم از ایران به عنوان نماینده جمهوری اسلامی میرن به این کنفرانس و با یه در واقع نقد خیلی جدی روبرو رو میشن و اون نقدم این بوده که جایگاه زن در جمهوری اسلامی و اساسا در اسلام چیست؟ اینا وقتی برمیگردن ایران خب خودشون هم دوچاره دگرگونی هویتی میشن که آره خب این نقد یعنی این نقد که وارده که خودشون حتما قبول نداشتن من فکر میکنم ولی واسه کنفرانس های بعدی میخوام برم پیگیری کنن که خب چه جواب درخوری داشته باشیم و این حرفا و همین شروع میکنن به یه سری فعالیت ها بازخانی دوباره قرآن در فقط همون با... احساس کنم اینا هنوز اونقدر هار نبودن که همون موقع رو جواب بده یعنی الان از طرف یه سوال بپرسی یه چیزی بهت میگه پشمات میریزه الان بود یعنی اون موقع یه ذره فکر الان وجود داشته دا. گفت آقا بذار من برم نمایش فکر کنم بیام جواب الان اینا که میرن اکثرا بازجو ان اصلا رفتار <تص> بازجوگونه دارن اون موقع شاید حالا هنوز بازجوال رو راه نداده بودن تو اون شو بعد ببین یه چیزی بگم نه راست میگه من اون وقت به یه اعتقادی دارم تا اواخر دهه هفتاد یا حتی اواسط دهه هشتاد تو خود جمهوری اسلامی هم تک و توک آدم های تحصیل کرده کسایی که هنوز خب زمان شاه تحصیلات اصلا عالیه داشتن خارج از کشور میرفتن تحصیل میکردن یک کوچولو یه, یه مغزکی توی سرشون بوده وجود داشتن مهم. از زمان احمدی نژاد به بعد واقعا دیگه آه. یعنی رجل سیاسی رجل سیاسی به تعبیر خود جمهوری اسلامی رجل هیچ کس دیگه وجود نداشته در افراد سیاسی جمهور اون لفظ رو بیا اون لفظی که نباید آبه نبهنده آره خلاصه میگم به موازات تمام فعالیت هایی که زنان حالا زنان از سیف های مختلف سکولار زنان چپ زنانی که در واقع نزدیک به حکومت نبودن شروع میکنن زنان نزدیک به حکومت هم شروع میکنن خب اعظم طالقانی هم که نمیدونم در جریان هست یا نه چند بارم کاندیدای ریاست جمهوری میشه و کلا یکی از کسانی بوده که متن قانون اساسی که نوشته رجل سیاسی همیشه میگفته که تفسیر رجل فراجنسیتیه ام. و رجل فقط یه لفظه زنان هم باید بتونن که به مقام ایشون با آقای طالبانی همون اینه بخواستم نوه دختر دختره دختر آره آره ام... آخون زاده بودن خب به همون همون اونجا که هست کرده آره, آره. میدونم بند که آره. همون اولین نفری که هست کردن فکر کنم بند خدا آره, آره. ولی آره مثلا اعظم طالقانی یکی از کسانی بوده که میگم میگن که خب نزدیک به حکومت بوده که منظور بیشتر از نظر من فکر کنم تفکر مذهبی و اون شالوده مذهبی هستش ولی خب یه همچین اعتقاداتی داشته کاندیدام شده چندین بار میخوام ببینم که تو این دوران چیزی رو جان انداختم که بهتون بگم سوال ندارین شما ها که منی خورده اینجا نگاه کنم سوال مرتبط نداریم غیر مرتبط خیلی زیاد سوال آره. تا شما پیدا کنید میخوام از در صحبت کنم آره, آره بگوشته. 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 کسایی که فامیلشون اسم رو میتونم بهشون اطمینان کنم امین گل امین. آره مثلا گلاز امین که گفت خیلی اعتمادم به طرف بالاتر بود نمیدونم چرا با مزه فامیل مامان منم امینه نه یعنی يعني... نعني... نه نه یعنی اگه که اسم آره. فامیلشون اسم اول باشه خیلی آره. یعنی دو تا اسم در واقع اسمشون آره میتونن دو اسم باشن بچه کامبوی زدی اونجا اسمو یادتون در خیلی راحت بود. آره دیگه خیلی دیگه من نگه نیدی من مثلا جلسه بعد بعد بیام بگم شرمنده اسمی که گفتم آره. اشتباه بود این اسم در این حد یادم اینو دیگه انقدر محکم گفت ما دیگه آره. هیچ کسی چی نیستن مادر یا ریشه نه نه نه, نه. محلاتی محلات هم تو هم تا چی میشه یه آره. فامیل بگی سری میخواد وصلش کن همش میخواد به یه مثلا از فامیلای خوب اسفانه از فامیلای به نام با استخون آره با استخ... استخون دارم اه... اگه من حالا داغ هم دارم این وسط از ما که نیست نه نه, نه. از, از اینه نه. از این ماجره که باشه زنانه نمیدونم یادتون هست یا نه یکی از نقد هایی که به فعالیت های زنان در زمان محمد رضا شاه بود صحبت هم کردیم راجبش این بودش که همه مخالفان همیشه میگفتن که این حالا نهادها سازمانها به خاطر اینکه نزدیک به دولت و حکومت بودن و خب بعد اون وقت مثلا هر کاری هم میخواستن بکنن تحت تاثیر سیاست های حکومت و دولت قرار میگره باش مخالفت میکردن نه. اتفاقی که دقیقا از همون دهه هفتا دوران سازندگی شروع شد و هیچ وقت پایان نپذیرفت حالا بعد از انقلاب اینه که تمام این سازمان ها نهادهای یه جوری وابسته به نهادهای دولتی بودن با. یعنی به محض اینکه دولت عوض می شده اینا بودجهشون قطع می شده و دیگه تموم میدونی گفتم داغ دلم من یه سری چیزا رو به عنوان نکته واسه خودم می نویسم که اینجا بیام به عنوان داغ دل بر شما ها بگم هشتگ داغ آره هشتگ داغ یه اتفاق مهم دیگه ای که حالا همون اواخر دهه 60 افتاده اینه که یک جمعیتی به اسم جمعیت هماندیشی زنان به وجود میاد که اونم بعد از اینی هستش که جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی پا. تعلق میگیره خب از کاره مهمی که این این جامعه هماندیشی زنان خیلی خیلی, خیلی مهمه به خصوص تا همان ساله 84 5 تا قبل از اینکه این, که این اواخر داخل... ایجاد میشه اه... فکر میکنم که باید سال 1300 آره 69 یا 70 چه, چه سالی چه سالی جایزه صلح نوبل رو گرفت شینه بادی 70 من... یا 71 نه بابا من زنده بودم یعنی خب. من یعنی به بیشتر بوده آره پس ببین اواسط 70 شاید اواسط 70 من نگم کنم حالتا شما پیدا میکنین من اینو بگم اه... حالا میگم در افق جنبش زنان این جامعه خیلی جامعه 2003 می یعنی میشه 11 81 <تصفح> <آه> 81 اوکی اوکی 80 میگه من یادمه ولی با... من دارم درست میگم این جامعه هم اندیشی بعد از اون شکل گرفته خب پس یعنی بعد 2003 بعد 2003 دو... از... همون 2003 همون 2003 آره اینا کنار هم قرار گرفتن کمپین های خیلی مختلفی رو شروع کردن سرانجامی متاسفانه نداشته ولی مثلا اگه بخوام اشاره بکنم به چندتاش تاش مثلا کمپین اعتراض به برنامه های ضد زن در صدا سیماست بیانیه در اعتراض به حذف عدالت جنسیتی از متن برنامه دوم توسعه اعتراض به جلوگیری از ورود زنان به استادیوم برای تماشای فوتبال کمپین اعتراض به فیلترینگ نام زنان در اینترنت و همه اینا رو این جامعه هماندیشه زنان سازماندهی میکنه که خب همه این کمپین ها، همه این فروم تبدیل میشه به یکی دو تا کمپین خیلی مهم که یکیش کمپین یک میلیون امضا حتما شنیدین کمپین یک میلیون امضا میشه بگین چیه بله توضیح کاملش الان میدم ولی کلا در مورد اعتراض به قوانین تبعیض آمیز در قانون اساسی بود و کمپین قانون بی که دیگه اسمش خب یعنی همه این کارهایی که کردن نتیجهش میشه یکی دو تا کمپین خیلی مهم از از این میگم خیلی مهم چون خیلی حیاتشون طولانی تر بوده متاسفانه سرانجامی نرسیده به خصوص بعد از سال 88 دیگه ولی خب عمرشون طولانی بوده کمپین یک میلیون امضا و فکر کنم 12 13 سال به حیات خودش ادامه داد متاسفانه به سرانجامی البته نرسید یه سال در اون بین گفتید سانسور زنان در اینترنت اسم اسم, اسم زن... نام زنان در اینترنت میلاد می نوشتن همه رو اون واقعا مخفف بوده, بوده دیگه آره دیگه مخفف بوده آره آره من خودم متوجه اول نشدم بعد رفتم خوندم آره مثلا آره دیگه خب اصل ترجمه ها الان میگن مثلا بیزه مثلا, داده مثلا, داده. داده داده مثلا, داده. مثلا داده خب من با اجازهتون دوباره برم اینجا نقاط رو نوشتم اونجا چیزا رو خب داغ دلارام بگی آره داغ دلارام الان میگم بهتون اساسا میگم یه دونه میخای بخوری یاری ببین یه جوری bozoghtolid کرد دفعه دیگه نمیتونم من با نگاه کردم بشم کسایی <متحدث> که دارن میشنون شاید من بعد توضیح بدم چون که این جمعه خیلی ای بد برداشت بشه فرض زمان کشیده یه سری توت و تمشک و اینا آورده و بچه ها خوردنش خیلی درنشون بزرگ تورید میکنه برای هم فقط هم آره <applause> همین فقط هم بهش نگاه میکنن آره همین فقط گفتم کسایی که گوش میدن همه خمیر دندونه بچه گیرونی <applause> <نه بیدنی ها. تصفيق> من این کشورشون جامپ خیلی بزرگی در مورد هم اندیشی داشتم میخوام براتون گردونم به همون عواسط دهه هفتاد <applause> آره اول اینو بهتون بگم که به نظر من دیگه و مطمئن شما و مخاطبین هم موافق هستن از نقاط سیاه دوران اصلاحات و همون دهه هفتاد اگر بخوایم بگیم دیگه قتل های که خب قتل های زنجیری از اواخر دهه شش شروع شده <applause> ولی دیگه با قتل فروهرها و نویسنده های او سر صدا کرد یعنی بعدش مشخص شدش که از دهه 60 خیلی از کسایی که گفتن تصادف کردن یا مثلا یه اتفاقی واسهشون افتاده در واقع اونا قربانی این قتل زنجیره‌ای بودن و بعدم که اتفاق کوی دانشگاه حالا این دو تا مرتبط مستقیم نیست به جنبش زنان ولی به هر حال همه این اتفاقات روی دادخواهی آدمام از حق و حقوقشون تاثیر میذاشته دیگه اپیزود رفتیم عشبختان. آره 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 نه گفتم ولی بگم که یعنی نه نه به دنیا اومدیم شروع شد دیگه بکوب دقیقا. دقیقا آره. قبلش هم که شروع نشده بود چون جنگ بود آره شروع شده بود نمیدونست آره آره اسمش آره. شد. آره. یعنی مردم درگیر جنگ بودن چون خیلی وحشتناک بود دیگه و آه... کارون حاجیزاده بود فامیلشون آره حاجی زاده درست آره. آره. پدر اون که اصلا دیگه چه بلای سرش ما آره. اصلا یه روایت همین چند روز پیش تو توییتر خوندم از کارون وقتی پیداش کردن تو چه حالت پیداش شده. کردن آره. آره. اصلا اونو من خیلی تحت تاثیر قرار وقتی اون تیکر رو خوندم به قول بقا... ببین حالا به بقاله... قول کارون که شروع شده بوده ولی این حالا کارون. این کارون. نه همین کارون خودمون آره دور از جونش ام... اولا مردم درگیر جنگ بودن بعدم درگیر مسائل بعد جنگ شدن دیگه اون فروپاشی اقتصادی که اتفاقا در مورد این گشایش که میگن دوران سازندگی واسه زنان اتفاق افتاده و بعد بعدش هم اصلاحات من خودم یه نظریه دارم و اونم این هستش که فقط مسئله نبوده که دولتی روی کار اومده که میخواسته خود آزادی بده به زنان بعد جنگ فروپاشی اقتصادی داشتیم و خب نیروی انسانی خیلی زیادی رو دست داده بودیم نیاز بود اصلا نیاز بوده که زنها برگردن به دل جامعه که خب دانان سازندگی شروع بشه این همه مرد یعنی سرباز و مرد, مرد مرده بودن این همه جانباز این همه کسانی که شیمیایی شده بودن خب چاره دیگه نبوده یعنی مثلا باز جمهوری اسلامی عاشق چش ابروی هیچ زنی نشده بود که بگه من حالا به شما سری حق و حقوق میکنم برگردین واقعا احتیاج به نیروی... آره، نیروی انسانی داشتن که این حالا این گشایش هم همزمان باهاش شروع شده یکی از اتفاقاتی که افتاده در برده سال 78 یعنی یکی از کارهای خیلی مهمی که جنبش زنان سعی کرده انجام بده پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بود که تا همین امروز مسکوت هستش ولی خب سال 78 تا اوایل دهه 80 خیلی سعی کردن که اینو واقعا به مجلس حقنه کنن که برین و بپیوندیم به این کنوانسیون که حالا من این چیزش هم نوشتم تاریخشش هم نوشتم سال 78 این درخواستش داده میشه سال 82 بالاخره میره مجلس تصویب میشه 82 فکر کنم مجلس اصلاح طلبه بود بله بله بله, بله. آره. 78 هم البته ب... مجلس اصلاح طلب آره نه دو 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 آره. میره مجلس تصویب میشه شورای نگهبان ردش میکنه میره تشخیص مسلحت مجمع تشخیص مسلحت تا همین امروز هنوز اونجا داره خاک میکنه. هنوز مجمع بله هنوز اونجاست میخواستم بگم این از 78 شروع شده الان داغ دل این اینم یه داغ دیگه حالا الان واسه بعد اون روز قالیباف گفته بود این لایحه هی... حالا لایحه هست چیه واسه هجاب بدید ما فوری تصویبش میکنیم میدیم آره دیگه آره. اصلا شورای نگهبان هم نمیره مستقیم اجرایی خب اجرای لایه حمایت ه... از خانواده هم همین جوری یه جوری س... لایه سرکوب کردن. زنان دیگه هجاب و این که مثلا آها از اون ور یعنی اصلا دیگه نه پس از این آره. آره. چک کش نه لایه حمایت از خانواده هم همین جوری تصویب کردن زمان آره. احمدی نژاد دیگه رفت تصویب شرب... شد راحت آره. آره. بنزین هم که گفتم خنگم اونو که خود روحانی هم نمیدونست سو... نه 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 جدید آه. جدید هفت و پونسه چقدر؟ هفت و اینو خیلی وقت با خبرش بود میترسیدن چه ماه پیش کرون کنن دوباره موج اعتراضات شروع بشه میشه شد. انشالله میشه بچهها بچه ها میخواین که همینجا تمومش بکنیم یا اینکه میخواین میخوان. بدیم چون اون وقت از اینجا به بعد میتونیم بریم دیگه اواخر اصلاحات تا 88 ج... اپیزود بعدی که یک پودش... ساعت هم شده آره میتونیم... آره که برای دی راحت باشه یه سوال من دارم خواهش از کی از گل ناز من هم یه چالش از یه لولی <applause> که خسته میشم ناز گل میخوام بگم نمیشه فرق نمیکنه میشه اینترچ من اعترافم بعدا میکنم به دو تا کمپین اشاره کردی که گفتن اینا بله. دیگه قوی ترینا بودن اون یکیش فکر کنم اسمش رو گفتی نه به سنگسار قانون بی سنگسار بی سنگسار الان چیه داستان سنگسار تو ایران <تصفيق> <تصفيق> حالا تو توی قانون اساسی من حالا سوال خوبی کردی به خاطر اینکه اتفاقی که واسه اون کمپین افتاد اولا که خب اینو بگم حالا تا اپیزود بعدی در موردش صحبت میکنیم اتفاقی که تو دوران اصلاحات افتاد این بود که مردم حالا به خصوص کنشگران سیاسی واقعا فکر میکردن که با کارهای مدنی و فعالیت های مدنی راه به جایی میبرن کمپین ها بحثشون این بود که ما امضا جمع میکنیم نامه جمع میکنیم میبریم سحن مجلس و اینو درخواست میدیم اینا میرن روش کار میکنن و تصفیهش میکنن که خب به هر حال امروز که ما اینجا نشستی میدونیم که خب این کار کرد و هیچ وقت جمهوری اسلامی نداشته خب اتفاقی هم که واسه حالا اون کمپین افتاده این هستش که موقعی که دیگه مشخص میشه که چقدر به خصوص تو شهرستان این قانون سنگسار و این ازش استفاده میشه کانون وکلای داوطلب بوده اسمشون با یه سری کنشگر دور هم جمع میشن این کمپین رو راه اندازی میکنن و خب اتفاقی که میفته این هستش که جمهوری اسلامی میگه نه میگه نه این دستور فقیه و فلان با. و همان در نهایت اتفاقی که میفته حالا فقط آخرش رو بهت بگم این هستش که هیچ وقت خط نمیخوره از قانون اساسی خب و اتف... حالا اتفاقا دقیقا اینجا نوشتم نش... میخوام براتون بخونم که نه اینجا نوشتم ببین بعد یادم باشه که چی کجا نوشتم بیا در لایحه در لایه قانون جدید مجازات اسلامی پیشنهاد شده بود که مصوبه سال 1386 هیئت دولت پیشنهاد میده که به جای سنگسار اعدام بفرمایید <تصال> سایسون <ساره ساره تصال> ادام کنیم خب؟ واقعا یه مش قرم ساق هیون سفر آره خبجه. یعنی واقعا جدی خروجی سنگ هم مرگ بود معمولا دیگه اصلا آخه خب مرگ اصلا به مسئله مهمترین هستش که مرگ یعنی ما اگه اینجوری نکشیمتون خب پس میخوای دار بزنیم بکشیم چه جوری دوست داری بمیری خب آره. برای زنای محسنه خب که دیگه زنای محسن فکر میکنم معنیشو هممون میدونیم رابطه جنسی خارج از ازدواج برای زن و مرد متأهل این تبدیل به ادام،, ادام, بشه خب بعد دوباره مصوبه 1390 بدون اشاره به زنای محسنه و مجازات آن در مجلس تصویب شد هم. یعنی مثلا فقط این زنای محسنه رو برداشتن خب یعنی چی یعنی سنگسار میشه ادام الان براتون توضیح میدم البته این بیان نکردن که مجازات شش. زنای محسنه چی هستش به معنای حذف سنگسار نیست چون خب سنگسار جزء شرعه و در فقه اسلامی وجود داره خب اتفاقی که واسه اش این هستش که دست قاضی رو باز گذاشتن که هر تعبیری هر زمان بخواد از این قانون داشته باشه مثلا ببین نمیدونم یادتون هست یا نه دقیقا راجع به سنگسار موقعی که در مورد قانون اساسی که زمان رضا شاه نوشته شد و گفتم که بیشتر بخشش از قوانین اروپا گرفته شده بود تا رسید خانواده. به مسئله خانواده و زن شرع, اسلامی احا. سنگسار خب همیشه یکی از این چیزا بود یکی از این قوانین بسیار وحشتناک متحجر. متحجر و وحشتناکی همیشه میخواستن خارجش بکنن ولی الان هم اتفاقی که واسهش افتاده و تغییری هم نکرده این هستش که قاضی اجازه تفسیرش رو داره ممنون و استفاده هم میشه هنوز دیگه که حتما میدونین دیگه دوران راهنمایی و اینا بود یادم میاد سری کلیپ اینا پخش میشد از سنگ یادم یاد آره. 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 آخه من دهن اون ها باز برم بیرون آره واقعا اصلا میدونی بعد با زبون خودشون <تصح> زدن کرد گل ام... آره دارد. چند سال پیشم اتفاقا حالا اتفاقا الان چون صحبتش شد مربوط هم هست میرم پیدا میکنم یه مقاله داشتم میخوندم راجع به اینکه چون خب هم زن هم مرد میتونن متهم به زنای محسنه بشن و خب مجازات سنگ هم این محسنش داره. مال وقتی که متحل بوده باشن آره نه. دیگه بله بله محسنه مکرره آره محسنه مکرره. ام، یه آمار خیلی عجیبی از این بود که درصد زنانی که سنگسار میشن معلومه در برابر مردانی که که سنگسار میشن آره که, می آره. که خب خیلی عددش ببین روش. اصلا خیلی عجیب بود ولی حتما میرم پیداش میکنم دارم فکر میکنم شاید توی بی بی سی فارسی یه جه خونده بودم ولی میرم پیداش میکنم چون مربوط به بحثه میشه اپیزود بعدی در موردش ببینین که اپیزود بعدی رب خودم رو خودم انداختم شما اینجا میایم اینجا صاحبت. باز هم میایم یه, یه دونه به شرطی که با بقیه, بقیه نرید من باز هم میایم به خانه بر باز هم میایم نه حالا میمرم میفرستم چون یه چیزی اولش میگه بعد میگه باز هم میایم به شرط اینکه تو این بازه شما با پادکست دیگه نرید میتونید بیاید نمیدونم چرا این چیز هم خط میشه دم همه کسایی که تا اینجا اپیزود با ما بودن گرم واقعا ممنونی مرسی که براتون اهمیت داره گوش میدید و اینکه برامون کامنت میذارید سوال میپرسید دم همه گرم ما میریم تا ابزار بعدی که دوباره فکر کنم گلدانز رو باشیم یا اینکه که نه گولناز نه گلدانز رو داریم خودمون اصلا دیگه حوصله‌مون نمیشه هم دیگه رو ببینیم دم همگی هم فعلا خدافظ 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 زن زندگی آزادی